یه لحظه چشماتون رو ببندید و فکر کنید یه موجود فضایی جلوتونه تقریبا هممون اولین چیزی که به ذهنمون میرسه یه موجودی شبیه ما آدماست که چشمای بزرگی داره با یه سر بزرگ بدون مو رنگش هم شاید سبز باشه بعضی هم که یکمی کمی تخیل قوی تری دارن ممکنه به شکل یکی از حیوانات روی زمین ببیننش با یکمی کمی تفاوت اما این تصویر از کجا اومده ما که هنوز با هیچ موجود فرازمینی ملاقات نداشتیم خیلی از این تصورات از فیلم‌ها و عکسهای تخیلی وارد ذهن ما شده که فضایی ها رو این شکلی نشون دادن امروز میخوام این موضوع رو با هم بررسی کنیم که موجودات فضایی چه شکل و شمایلی میتونن داشته باشند. اما نه فقط با تخیل سعی میکنیم یه مقداری علمی تر به قضیه نگاه کنیم من خودم نظر شخصی اینه که زندگی تو دنیای ما خیلی خیلی رایجه یادم نیست کی این حرف زده بود ولی نظر جالبیه میگه هر جایی که مقدار کافی ماده وجود داشته باشه بعد زمان کافی هم بگذره زندگی هم میتونه اونجا ایجاد بشه اما یه موضوعی که معمولا نادیده گرفته میشه اینه که وقتی که ما میگیم زندگی خیلی رایجه منظورمون این نیست که همشون موجودات هوشمندیان که که تمدنهای پیشرفته به وجود آوردن یکی از ایدای خوبی که منطقی تر به نظر میاد اینه که این زندگی ها بیشتر به صورت میکروبی هن. یعنی شبیه موجوداتی مثل باکتریا یا موجودات تکسلولی دیگه تکامل موجوداتی مثل حیوانات شرایط خیلی سختری لازم داره برای همین احتمالاً این نوع زندگی خیلی کمیابتره باز از اون کمیابتر موجودات هوشمندی مثل ما انسان هست. اما اصلا دلیلی نداره که موجوداتی که به هوشمندی ما باشن یا از ما هوشمندتر باشن ظاهرشون هم شبیه ما باشه ممکنه انقدر متفاوت باشن که ما تو نگاه اول اصلا نتونیم تشخیص بدیم که اینا هوشمندن چون اصلا توی یه سیاره دیگه ای تکامل پیدا کردن توی یه محیط دیگه ای به وجود اومدن که ممکنه خیلی با محیط زمین ما متفاوت باشه تو کل جهان هستی عناصری که بیشترین مقدار رو دارن به ترتیب اینان هیدروژن، هلیوم، اکسیژن، نئون، نیتروژن، کربن، سیلیکون یا همون سیلیسیوم، منیزیوم، آهن، گوگر البته بعضی جا این آمار رو یه کوچولو متفاوت میگن ولی مشکلی نیست حالا تو منظومه شمسی خودمون عناصری که بیشترین مقدار رو دارن چیان؟ هیدروژن هلیوم اکسیژن کربون نیتروژن نئون منیزیوم، سیلیکون پس عناصری که منظومه شمسی ما رو به وجود آوردن تقریبا مشابه همون عناصریاند که کل جهان هستی رو ایجاد کردن با یه تفاوتهای خیلی جزئی اما در مورد زمین چی بیشترین عناصری که تو پوسته زمین وجود دارن به ترتیب ایناست اکسیژن سیلیکون آلومینیوم آهن کلسیوم سودیوم منیزیوم پوتاسیوم یه مقداری هم کربن و عناصر دیگه پس ترکیب زمین خیلی فرق میکنه با ترکیب منظوم شمسی و بقیه جهان زمین خیلی بیشتر از عناصر سنگینتر تشکیل شده رو زمین میشه گفت کلیدی ترین عنصر زندگی کربونه کربن ستون فقرات مولکولای بزرگیه که زندگی رو ممکن کردن اما وقتی به اون آماری که گفتم نگاه میکنیم میبینیم که سیلیکون که عنصر همخانواده کربونه یعنی ویژگی‌های مشابهی دارن مقدارش رو زمین خیلی خیلی بیشتر از کربونه پس چرا زندگی به جای کربن از سیلیکون استفاده نکرده که خیلی بیشتر دم دستش بوده رمز موفقیت کربن اون اتصالاتیه که با بقیه اتمها تشکیل میده هر اتم کربن میتونه چهار تا اتصال با اتمهای دیگه تشکیل بده که هر چهار تاشون هم قدرت یکسانی دارن همین باعث شده که کربن برای ساختن زنجیرهای بزرگی از مولکولا مثل DNA ای خیلی مناسب باشه پس کربن مهمترین عنصر زندگی رو زمینه زندگی روی زمین بر اساس کربن شکل گرفته اما سیلیکون برخلاف کربن تمام اتصالاتش به یه اندازه قدرتمند نیستن بعضیشون ضعیفترن این ویژگی باعث میشه که نتونه مولکولهای بزرگی به وجود بیاره که پایدار باشن پس انتخاب کربن تصادفی نبوده این ویژگی‌های های اتما ها تو کل جهان هستی همینه برای همین یه عنصری مثل سیلیکون احتمالا روی هیچ سیاره دیگه ای نتونه برای تشکیل حیات استفاده بشه اما کربن هر جای دیگه هم این پتانسیل داره که به عنوان اصلی عنصر حیات باشه. موضوع بعدی که برای زندگی رو زمین خیلی اهمیت داره آبه. یه حلال خیلی خوب که توی گستره دمایی زیادی مایع باقی میمونه. یعنی از صفر درجه تا 100 درجه. آب فراوانترین ترکیب تو کل جهان هستیه. تعجبی هم نداره به هر حال مولکولای آب از دو تا اتم هیدروژن و یه اتم اکسیژن تشکیل شدن که به ترتیب اولین و سومین عنصر فراوان تو کل جهانن رو زمین هر جایی که آب باشه زندگی هم هست احتمالا این قضیه روی سیارات دیگه هم برقرار باشه یعنی اگه آب مایه وجود داشته باشه احتمال وجود حیات خیلی بالاست هرچند ممکنه روی سیارات دیگه زندگی بر اساس حلالای دیگه مثل متان مایع یا آمونیاک مایع تشکیل شده باشه که تو دمای خیلی کمتری مایع باقی میمونن البته خب همین دمای خیلی پایین شانس تشکیل حیات رو کلی پایین میاره زمین تنها نقطه ای از منظومه شمسیه که آب به هر سه حالت جامد و مایع و گاز وجود داره دلیلش اینه که زمین توی یه فاصله مناسبی از ستارش قرار گرفته که معروف به کمربند حیات خب حالا فرض کنید یه سیاره مشابه زمین پیدا شده که تمام اون شرایط تشکیل زندگی رو داره یعنی مثلا فاصلش از ستارهش به اندازهایه که آب میتونه به صورت مایع وجود داشته باشه تو مسیر سنگا و انفجار پرتو گاما نیست اتمسفر مناسبی داره زندگی هم مثلا بر مبنای کربن تو شکل گرفته میخوام ببینیم این موجودات بیگانه ای که روی این سیاره به وجود میان چه ویژگی باید داشته باشن احتمالا بعضی از روش های زندگی که روی زمین وجود داره رو جاهای دیگه دنیا هم میشه دید مثلا روی هر سیاره ای که شرایط تشکیل زندگی رو داشته باشه احتمالا موجوداتی شبیه گیاها به وجود میان که از نور ستارهشون انرژی به دست میارن موجودات دیگه هم هستن که از بقیه تغذیه میکنن مثل حیوانات روی زمین که از گیاها یا حیوانات دیگه تغذیه میکنن هرچقدر که این موجودات پیچیده‌تر میشن اندامایی هم برای حس کردن محیط اطرافشون توسعه میدن مثلا برای بو کشیدن محیط اطرافشون باید اندامای شبیه بینی داشته باشند که هوا واردش میشه یا برای حس کردن های محیط باید اندامای شبیه گوش داشته باشند. یا از همه مهمتر برای تشخیص نور یا دیدن باید اندامای شبیه چشم داشته باشند. این پیچیدگی نیاز به یه سیستم عصبی پیشرفته هم داره رو زمین خودمون موجوداتی مثل اختاپوس و پستانداران و حشرات و چند تا مورد دیگه چشماشون کاملا مستقل از همدیگه تکامل پیدا کرده یعنی کلا سیستم بیناییشون با هم فرق میکنه با اینکه همشون یه کار انجام میدن یعنی دیدن پس احتمالاً چشما توی موجودات سیارات دیگه هم وجود دارن هرچند ممکنه به یه شکل متفاوتی تکامل پیدا کرده باشن همونطور که مثلا چشمای زنبور نسبت به چشمای ما خیلی فرق میکنه شاید مثل بعضی از پرنده ها و حشرات بتونن نور فرابنفش رو ببینن یا مثل بعضی از مارا و خفاشا بتونن نور مادون قرمز رو ببینن موضوع دیگه ای که هست اینه که با اینکه با یه دونه چشم هم میشه دید اما اگه بخوان فاصله رو خیلی خوب تشخیص بدن ناچارن که بیشتر از یه دونه چشم داشته باشن اگه شکارچی هم باشن باید چشمشون جلوی سرشون باشه زمین زمینمون حیوانایی که شکار میکنن چشماشون به جای اینکه دو طرف سرشون باشه چرخیده به سمت جلو سرشون این باعث میشه که فاصله تا شکار رو خیلی بهتر بتونن تشخیص بدن غیر از این چشما باید تا جایی که میشه به مغز نزدیکتر باشن تا تأخیر زمانی بین دیدن و واکنش نشون دادن تا حد امکان کم بشه بریم سراغ شکل بدن یکی دیگه از ویژگیهایی که بیشتر موجودات زنده رو زمین دارن تقارن بدنه بعضیشون تقارن شعایی دارن یعنی بدنشون حول یه نقطه متقارنه مثل ستاره دریایی و عروس دریایی بعضیشون هم تقارن دو طرفه دارن یعنی سمت چپ و راست بدنشون شبیه همه مثل خیلی از حیوونا و خود ما این تقارن دو طرفه معمولا باعث یه اتفاقی میشه به نام سفالیزیشن یعنی یه فرایند تکاملی که باعث میشه اندامای حسی و مغز و دهن و اینا به سمت یه طرف بدن متمرکز بشه یه اندامی به نام سر روی بدن تشکیل بشه پس کاملا امکانش هست که همین تقارن و سفالیزیشن در مورد بدن موجودات فضایی هم اتفاق بیفته در نتیجه یه بدن متقارن داشته باشن با یه قسمتی به عنوان سر که حداقل دو تا چشم داره و یه دهن موضوع بعدی اینه که این موجودات هوشمند نیاز به یه زبان دارن تا بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن یا اون چیزهایی که یاد میگیرن و به نسلای بعدی خودشون منتقل کنن این زبان شاید مثل زبان ما بر اساس صدا نباشه مثلا بر اساس حرکت باشه مثل زبان اشاره یا بر اساس فرومون‌ها باشه یعنی اون مواد شیمیایی که از بدن ترشح میشن یا حتی بر اساس تغییر رنگ و بافت پوست بدنشون باشه تو فیلم ارایول اگه دیده باشید اون فضایی که به زمین اومده بودن هم ظاهر خیلی عجیبی داشتن هم از یه روش خیلی عجیبی برای ارتباط برقرار کردن استفاده میکردن. یکی دیگه از چیزهای ضروری که این موجودات فرضی ما باید داشته باشن اندامایی که باهاش بتونن اجسام مختلف رو بگیرن شکلش لزومی نداره که دقیقا شبیه دستای ما باشه مهم اینه که توانایی گرفتن اجسام رو داشته باشه در مورد خود ما این انگشت شست ما نقش خیلی خیلی مهمی داشته توی تمدن ما اینکه یکی از انگشتهای ما چرخیده و توی یه وضعیتی قرار گرفته که بتونیم اجسام مختلف رو بگیریم و کارهای پیچیده انجام بدیم خیلی مهم بوده اما این موجودات فضایی کجا زندگی میکنن؟ داخل دریا، روی خشکی تو هوا به زندگی روی زمین وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که هیچ موجود پیچیده ای وجود نداره که به صورت دائمی تو اتمسفر زندگی کنه هوشمندترین موجودات سیاره ما داخل دریا هم نیستن پس شاید مناسب ترین محل برای تشکیل یه زندگی هوشمند روی خشکی باشه یه نظری که هست اینه که موجودات پیشرفته فضایی هم مجبورن رو خشکی زندگی کنن چون برای اینکه شروع به پیشرفت کنن نیاز به آتیش دارن تا بتونن ابزارهای شکار خودشون رو درست کنن یا از مزایای آتیش استفاده کنن برای زنده موندن واضحه که تو آب امکانش نیست از یه طرف هم نور ستارهشون زیاد نمیتونه داخل آب نفوذ کنه برای همین انرژی زیادی در دسترسشون نیست تا بتونن به موجودات پیچیده تکامل پیدا کنن در نتیجه به احتمال خیلی زیاد زندگی هوشمند روی خشکی شکل میگیره اگه اینطور باشه پس یه سری اندام هم نیاز دارن برای اینکه بتونن روی خشکی حرکت کنن رو زمین این اندام ها به شکل‌های مختلفی هست بعضی ها مثل مار میخزن بعضی ها از مایجای شکمی استفاده میکنن برای حرکت رو به جلو بعضی هم که پا دارن اونایی که پا دارن معمولا بهتر و پرسرعتتر حرکت میکنن پس میشه گفت موجودات فضایی که رو خشکی زندگی میکنن هم باید اندامایی شبیه پا داشته باشن تا بتونن حرکت کنن رو سیاره خودمون بیشتر مهرهداران چون از یه جد مشترک تکامل پیدا کردن که از چهار تا باله برای حرکت کردن استفاده می کرده تا دست و پا دارن اما موجودات دیگه هم هستن که بعضیشون حتی چند صد تا پا دارن مثل بعضی از حشرات حالا کدومش بهتره پای بیشتر یا کمتر هرچی تعداد پا بیشتر باشه تعادل و پایداری اون موجود بیشتره اما در عوض برای حرکت کردن باید انرژی بیشتری مصرف کنه سرعت زیادی هم نمیتونه داشته باشه ولی هرچقدر تعداد پا کمتر بشه تعادل و پایداری کمتر میشه اما در عوض سرعتش بیشتر میشه حیوانات شکارچی برای اینکه بتونن سرعت کافی داشته باشن برای گرفتن شکار مجبورن که پاهای کمتر و سریعتری داشته باشن کلا شکار کردن باعث رفتارهای پیچیدهتری میشه که نیاز به هوشمندی بیشتری هم داره مثل شکار گروهی یا دزدیدن شکار بقیه در مورد ما انسان هم طبق کشفیاتی که از فسیلا داشتیم زمانی که سبک زندگیمون بیشتر رفت به سمت شکار کردن حجم مغزمون بزرگتر شد هوشمندتر شدیم پس شاید این موجودات هوشمند فضایی هم از اجداد شکارگر تکامل پیدا کرده باشن برای همین احتمالا تعداد پاهاشون کم باشه همه این حدسیات مال زمانیه که این فضایی‌ها روی سیاره به وجود اومده باشن که شرایطش تقریبا مشابه زمین باشه از همون ماده معمولی که من و شما ساخته شدیم تشکیل شده باشن اما اگه ماده تاریک و انرژی تاریک واقعا وجود داشته باشن و طبق چیزی که پیش میشه مقدار ماده تاریک پنج برابر ماده معمولی باشه از کجا معلوم که موجوداتی نباشن که از جنس این ماده تاریک باشن به حال ما هیچ راهی برای شناختن این ماده نداریم دیگه غیر از اون اثرات گرانشیش یعنی مثل یه شبهه که خودش نیست اما اثرش هست شاید داخل این ماده تاریک با ذراتی که این ماده رو ساختن موجوداتی تکامل پیدا کرده باشن که الان ما هیچ تصوری ازشون نمیتونیم داشته باشیم ممکنم هست اصلا چیزی به نام ماده تاریک وجود نداشته باشه با وجود بزرگی بیحد و اندازه دنیا با میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره واقعا به نظر منطقی نمیاد که زندگی فقط تو همین نقطه ای که ما هستیم به وجود اومده باشه اما این فاصله های عظیمی که بین ستاره وجود داره شدیدا محدودمون کرده شاید یه زمانی بالاخره بتونیم با یکی از نزدیکترین همسایه‌هامون ملاقات داشته باشیم شاید هم هیچ وقت این اتفاق نیفته اگه ملاقاتی هم اتفاق بیفته ممکنه اصلا به اون شکلی که ما الان فکر می‌کنیم نباشه الان خود ما وقتی که میخوایم توی فضای اطرافمون سرک بکشیم یا اطلاعات بیشتری به دست بیاریم های کاوشگرمون رو میفرستیم خودمون نمیریم مثلا وویجرا رو فرستادیم به سمت بیرون منظومه شمسی یا کاوشگرهای مختلف فرستادیم به سیارات دیگه پس شاید اولین ملاقات ما با ها هم در واقع ملاقات ما با رباتای اونا باشه یا ملاقات اونا با رباتای ما تو همین زمین خودمون که فقط یه نقطه خیلی کوچیک از این جهانه ببینید چقدر جونه برای مختلف دارن زندگی میکنن بیشتر از 8 میلیون گونه مختلف فقط رو زمین وجود داره با شکلهای مختلف و رفتارهای مختلف و عجیب غریب تصورش هم سخته که تو کل جهان هستی چه انواعی از موجودات میتونن وجود داشته باشن شما هم حتما نظر خودتون رو تو کامنتو برام بنویسید تا ویدیو بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرس